محترم آقای عبدالهادی فرهنگ آگاه اقتصادی با ما هستند تا روی همین مورد بیشتر صحبت بکنیم. آقای فرهنگ سلام بر شما، خیلی خوش آمدین به برنامه. ابتدا دید کلی تا نسبت به همین کمک های بشری از سوی جهان به افغانستان چی است؟ تشکر از شما و از برنامه خیلی خوبتان. ضمن تبریکی ماه مبارک رمضان برای شما و کافه ملت شریف و عزیز افغانستان، رمضان تبریک میگم. خدمتتان عرض کنم که موضوع خیلی خوبی را شما فرمودین که این موضوع کمک ها از اول تا آخر در طول 20 سال شما 30 سال شما مشاهده میکنین که کمک های زیادی در این زمینه های مختلف در افغانستان صورت گرفته، اما نوع خرج و نوع دادن از این پول برای مردم و عزی و بهره برداری اقتصادی در از مدت باید فکر شود. شما از این کمک ها خیلی تعهدات صورت گرفت، خیلی کمک های به افغانستان صورت گرفت، اما متاسفانه هیچ نوع تغییری در زندگی مردم افغانستان از اون زمان تا الان نامده، بلکه هر روز یوم البدتر است نه یوم البهتر، و همیشه به سمت بدتر ما رفتیم نه به سمت بهتر. یکی از مناقشه که همیشه در طول 30 سال شما مشاهده میکنین و مردم عزیز افغانستان مشاهده میکنن، اون نوع تقسیم یا نوع اجرای رساندن خدمات رسانی کمک ها به دست مردم است که خیلی مهم است. شما در طول سالها مشاهده کردین این جوها و کمپانی ها و شرکت ها، کسایی که کمک ها را برای مردم میرساندن یا توزیع میکردن، خودشان دارای ساختمان ها، بلدنگ ها، موترها و زندگی بسیار مفشن زندگی میکردن، در حالی که پول خیرات، پول کمک ملت بیچاره فقیره از او یک هر کدامش 20 هزار 30 هزار دلار برای خود معاش تعیین کرده، یا نهادهای سازمان ملل است یا نهادهای اینجو است، هیچ نوع نتیجه نداده که کمک توسط اینجو ها توزیع شود. نظر ما است که 2.4 میلیارد که شما فرمودین، 2 میلیارد دلار که فعلا در فاز اول یا اوکی کردن که برای افغانستان تعهد دادن، این 2 میلیارد دلار باید از به هماهنگی ما کار نداریم، جامعه جهانی باید درک بکنه هر نوع دولت، هر نوع امارت اسلامی، هر چی که می باشه، بالاخره دولت ها مسئولیت دارن. الان هم امارت اسلامی در افغانستان مسئولیت داره، باید این کمک ها که وقت جامعه جهانی توزیع میکنه با هماهنگی با یک کمیسیون مشترک به زیر نظر هم سازمان ملل هم امارت اسلامی باشه که برای نیازمندان برسه. پرسش اصلی همین است، فکر میکنین چقدر همین کمک ها از طریق حکومت سرپرست فعلی در افغانستان سودمند واقع خواهد شد؟ حکومت سرپرست بالاخره یک منبع قانونی در اونجا حضور داره و قدرت سیاسی اقتصادی اجتماعی دولت در دستش است. او میتونه که کسانی را توظیف بکنن، از این مثلا نظارت بکنن و کمک ها به شکل اساسی درست از سازمان و اصلا ملاحظات خود دارن در مناطق جاهایی که برای خودشان نزدیک است، ممکن در اونجا نظرشان باش توضیح شه، اما سازمان ملل به اساس امو دیتاباز، به اساس امو سیستمی که میخواد توضیح بکنه این اجرا بکنه، اما تحت نظر دولت سرپرست باشه، دولت سرپرست نظارت بکنه که باید وقتی که بالاخره اگر یک سو نقص میکنه تعهدات، دیگر طرف میتونه او را انعکاس بده. اگر چندین دست در این مسئله و چندین چشم، چندین مردم و چندین کمیسیون و سیستم واحد ایجاد شود، دولت ها امارت اسلامی فعلا جوابگوی میباشه و ملت در این مردم میتونن که سازمان ملل در خصوص نقض تقسیم کمک ها میتونه انعکاس بده به مردم افغانستان. به او خاطر این من نظر من است که باید از طریق امارات اسلامی و از طریق نهادهای دولتی قانونی باید یک مسئله توضیح شد، اما مسئله اساسی را که من خدمتان عرض میکنم این توضیح کمک ها، دادن پول برای مردم، دادن نان برای مردم، این جایی را نمیگیره، همیشه افغانستان احتیاج و محتاج و مشکل ایجاد میکنه. من نظرم است که در ایجاد پروژه های روستایی، پروژه های کوچک، پروژه های از روستاها و از جای مختلف شروع شود تا شهرها، در ایجاد کار در بدل مزد، کار در بدل خوال. شما بهتر میدانید که اکثریت مامورین سابقه، اکثریت مردمی که دانشمند بود، متخصص بود، در زمین های مختلف تحصیلات داشتن، کلشان بیکار هستن. یه چیز طبیعی اگر ما از این مسئله گریز داشتیم، فرار داشتیم که نه همه در کار است، نه همه بیکار است. باید یا مردم تحت کار گرفته شد، مردم نهادهای مختلف، خرد، کوچک، کارگاه ها، شرکت ها،
زمینه های مختلف برای مردم ایجاد شد، خصوصا در بخش درست. قالین بافی که صنعت قالین در افغانستان بزرگترین صنعت صادراتی ما بود، برای خانمها، برای زنها این قرضه ها داده شوه و حمایت البته شوه، مردم روی یک راهکارها حقوق داده بیشتر شوه. میایم آقای فرهنگ، ولی خب همونطور که در جریان صحبت هایتان گفتین، با توجه به سرازیر شدن کمک های بیشتر به افغانستان در طول همین سالها و در همین 7 ماه اخیر، فکر میکنین چرا هنوز هم تغییرات در زندگی مردم وارد نمیشه؟ اولا نگاه کن، تغییرات در زندگی مردم وارد میشه، اما در صورت نرمش و در صورت سیاست آرام و سیاست خیلی میانه امارت اسلامی. نگاه کن، ما همین کمک هایی که شما لیست را فعلا اعلان کردین، اینمی خودش راهگشا و راهکار سیاسی و چی میده و امارت اسلامی افغانستان که بعد سیاست خود طور با جامعه جانی متقابل ایجاد بکنن و طور نرمش ها را ایجاد بکنن. ببینین الان کشورهای خیلی بزرگ و با عظمت که خیلی با ما خود دوست میگیره و برادر میگیره و نزدیک میگیره و همسایه میگیره و این میگیره و آن میگیره، بالاخره 2 میلیون دلار کمک میکنه. اما کشوری که مثال دور است، مثال 500 میلیون کمک میکنه، یا مثال اتحادیه اروپا 200 میلیون یورو کمک میکنه. هدف ما ایست که با این کشورهایی که در خصوص بشریت، در خصوص کمک بر مردم افغانستان نظر مثبت داره، با یا صحبت شوه، در نرمش ها ایجاد شوه در داخل. فعلا ما اگر چه بگیم که نه همه چیز ماستیم نمیشه، باید در داخل بعضی تملیکات، بعضی سیاست های در نظر گرفته شود که مردم رضایت داشته باشند. رضایت مردم که در داخل جلب شوه و در خارج هم جامعه جانی یا کشورهای کمک کننده که فعلا شما به اساس جدول کمکی میتونن دوستا و کسای خود تحقیق کنه. درست است که سیاست در یک زمانی خارجی ها حضور داشته بله. و جنگ بوده و مشکلات بوده، کشور ما بدبخت شده، یک چیز طبیعی، اما فعلا از سر نو شروع بکنیم. باید نرمش ایجاد شود در سیاست امارت اسلامی، در داخل باید مسائلی که هست، نگرانی هایی که وجود داره مردم یا برطرف شود و با این کشورهایی که کمک زیاد کنن از یا قدردانی شو، با یا صحبت شو و تعالی از یا در قسمت پروژه های بزرگ زیربنایی افغانستان جلب شو. ما درست است، ما همه خود دوست میگیریم، اما در وقت کمک، در وقت یاری رساندن به ملت افغانستان نمیشه که مثال ما یک چیزی بدیم که جرزش کمک نداشته باشه. اما بالاخره کشورهایی که خیلی دور هستن، حضور ندارن، خود از زیاد و بسار یک کمک بالا بکنن، اون در حقیقت کمک به مردم افغانستان میکنن، کمک به ملت افغانستان میکنن، کمک به بشر میکنن. با او خاطر از وقت یک سیاست امنوایی، یک سیاست خوب با وای امارت اسلامی ایجاد بکنه و جلب سرمایه گذاری در پروژه های بزرگ داشته باشه. این کمک های جایی را نمیگیره، هیچ نتیجه هم نمیگیره. شما یک سیم در نظر داشته باشین، این کمک ها یک تعهد است، یک تعهد است، یک تعهد مثبت است که وقتی که در بازار بیاد، متوری که کارشناس های شما صحبت داشتن، تزریق شود دلار و چون قیمت ها پایین میشه، پول افغانی در حالت خود میمانه و بعضی مسائل خود داره، اما نه ای در حد تعهد است. زیاد تعهد ها بر افغانستان کشورها در جلسات مختلف انجام داد، اما ولی آقای فرهنگ، در اوضاع شکننده اقتصادی فعلی در افغانستان فکر میکنین چقدر همین کمک ها میتونه اندک سودمند واقع شود؟ نگاه کنن، شما یک پروژه کانال چیره شما قبل در مزار شریف چند روز پیش افتتاح شد، بسیار مردم در اشتغال شد، در کار شد. به می شکل پروژه خرد و کوچک شما اگر در نظر بگیره امارت اسلامی عاجل افتتاح بکنه، مردم در کار شود، در بدل ازی برای کار برای مردم معاش داده شود، این سودمند است به نظر، این ارزشمند است به نظر من. اما این کمک ها، یک کلمه را خدمت من میخواستم عرض بکنم، این کمک ها تعهد میشه، اما در صورتی که بعضی مسائلی که وادارن میبینن در روز مثال و سیاست هایی که یک دم مثال امارت شب بخیزی که کار مثال از خود یک سیاست ده میگه که این سیاست به این شکل باشه، این کار به این شکل باشه، اگر به این شکل دوام بکنه همین کمک ها با صورت نمیگیره. این کمک ها به اساسی، به اساس یک نرمش، به اساس یک اصول دوستی و جامعه بین‌المللی، یک نرمش ها آرامش و داخل بعد یک ایجادی در داخل، یک ایجاد ثبات سیاسی قوی به تمام ملت افغانستان باشه که کمک ها صورت بگیره. یکی تعهد است، یکی کمک. وقتی که تعهد صورت میگیره یا علاقه مند هستن، اما با در داخل هم باید مسائل صورت بگیره که وا علاقه من چه این کمک ها را انجام بدن. بالاخره کمک ها کمک های رای حل را اتخاذ سیاست یعنی رای حل را اتخاذ سیاست نرم از سوی امارت اسلامی در برابر کشورهای کمک کننده میدانین، درست است؟ این خیلی مهم است و همین کمک ها را شما در نظر بگیرین، به اساس همین کمک ها، به اساس همین کمک ها
باید سیاستی را ما اجرایی بسازیم که کمک های زیاد جلب بکنیم و امی کمک ها را باید جلب بکنیم. میتونه شد که یک تعاوت شد و جلب کمک نشه. شما یک در نظر داشته باشین که ما باید پروژه های خرد و کوچک در افغانستان امارت اسلامی فعال بکنه بسیار نتیجه میده و نظر اصلی ما ایست که این کمک ها تحت نظر امارت اسلامی با همکاری امارت اسلامی توزیع شد که فردا و جاوگو باشد. اینجوا هیچ نتیجه نمیده. بسیار زیاد تشکر آقای محترمتان، قدردانی میکنم. تشکر آقای عبدالهادی فرهنگ، آگاه اقتصادی، از اینکه فرصت گذاشتید.